سلام. استقلال تهران با برد شیرین مقابل ذوب آهن علاوه بر حفظ موقعیت خود در صدر جدول، رکورد گل نخوردن خودش رو هم حفظ کرد. ذوب آهن هم فوتبال بسیار خوبی بازی کرد. من تبریک میگم، واقعا اونا اومدن جلو ما فوتبال بازی کردن، ولی خب ما از این تعطیلات نهایت استفاده رو کردیم و واقعا هم رو نقاط ضعف و قوتش اونجوری که ما به بچه‌ها گفتیم خوب عمل کردن و من فکر می‌کنم گلای بیشتری هم میتونستیم بزنیم. قبل اینکه راجع به گلا صحبت کنیم، راجع به قشنگی بازی که من یاد ندارم که همچه فوتبالی دیده باشم. واقعا دو تا تیم فوتبال خوبی بازی کرد. توی نیمه دوم هم حرکت تیمی استقلال خیلی بهتر شده بود، اومدن با انگیزه بیشتر اومدن، هم بچه‌های ما تمرکزشون یه مقدار از دست دادن روی فشارهایی که بهشون اومده بود. به این دلیل بود که ما نتونستیم نتیجه دلخواه رو بگیریم توی این مسابقه. استقلالی ها بعد از زدن گل یک بار دیگه به شهدای سانحه سقوط هواپیمای حامل خبرنگاران ادای احترام کردند. ببینیم، مطبوعات، تلویزیون و ورزش یه خانواده هستن. ما بنابراین می‌خواستیم که تسلیه عرض بکنم خدمت خانواده محترم اونایی که به هر حال توی این پرواز بودن. کار دیگه دستمون برنمیاد، فقط اینطوری می‌خواستیم که تسلیه بشه. و دیدار سباباتری و برق شیراز در لحظات پایانی با اعتراض بازیکنان و کادر فنی برق برای لحظاتی متوقف شد. داور کارش خیلی خوب بود، مشکلی هم اصلا نداشت، ولی آقای جواری مشکل داره. ایشون مشکل دارن با تیم برق متاسفانه. ایشون واقعا یه مقدار فکر می‌کنم که حساسیت خاص داره. بازی قبلی سابقه هم داشتید؟ بله بله، متاسفانه سابقه داره. اگر مسوق به سابقه نبود ما وسیله نداشتیم. بنده اعتراض نکردم، من مترجمم و فقط مسائل انتقال میدم. اونطور مثل که آقای داور اینجا رو با چاله میدون اشتباه گرفته بود. چی گفت به شما؟ این کرد به بنده، گفتش تو از خود نمیدونم دارید از خودت حرف میزنی، حرف ایشون رو ترجمه نمیکنی. گفتم صحبت درست صحبت بکنید. برگشت دوباره گفت حرف نزن. رئیس سازمان تربیت بدنی در زاهدان گفته با توجه به تنوع رشته‌های ورزشی و محدود بودن بودجه ورزش، سرمایه‌گذاری اصلی روی چند رشته ورزشی پرمخاطب که در سطوح ملی و بین‌المللی برگزار میشه صورت خواهد گرفت. رئیس فدراسیون کشتی از خارج از گود 23 گلمند بود. طالقانی ما رو که دید گفت من که گفتم حتی اگر بیرونم کنند از فدراسیون نخواهم رفت. من یه روزی گفتم که اگر من و دوستان عزیزم در سازمان تربیت بدنی نظر نداشته باشن که منو بگن برم و بیرونم بکنن، تا سال آینده برای مسابقات جهانی در واقع وقت تا سالم تموم خواهد شد. تعبیر این شده بود که من استعفا کردم و بعد گفتن استعفا نمی کنم. در برنامه هم تو تلویزیون فرمودن که استعفا نمی کنم تو وقتی هم بیرونم نکنن. این حرفا، ولی من هر وقت بگن میرم، چشم حق بگن میام، چون کشتی دوست دارم، همیشه دم در میشینم. چرا گفتم برو یواش همین فقط برم خونمونو همه رو دعا کنم نوکرم هم باشم. برای همین تو جایگاه نشسته بودی؟ من بلد نیستم جایگاه کجاست، بالا کجا پایین کجا. من دم در میشه مردم میشینم، چرا بگم برم یواش همین فقط برم که زیر اذیت نشم. و رئیس کمیته داوران رقابت‌های قهرمانی کیک بوکسینگ جهان که در همدان جریان داشت گفته برای صدور 2000 کارت شناسایی برای اعضای اجرایی و بازیکنان تیم‌ها 500000 تومان هزینه شد، اما کارت‌ها به مسابقات نرسید. عبدی گفته قرار بود برای پذیرایی مهمانان هم 2,000,000 تومان هزینه بشه که فدراسیون 9,000,000 تومان خرج کرد، اما باز هم برخی مهمانان گرسنه ماندند. شب آرام و خوبی برای شما آرزو می‌کنم.